آقا جان معتصم رئیس پیشین کمیته سیاسی طالبان، ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. تشکر از شما، از شما هم تشکر که در این فرصت همراهی ما مصاحبه میکنی و پیام ما به مردم عزیز ما میرسانید. سلامت باشین. آیا افغانستان با توقف گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبا از رسیدن به صلح دور شد؟ مسیر طولانی تر شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به همو جریاناتی که حالا ما میشنویم یا میبینیم، امید است انشاءالله که دوباره مذاکرات صلح زودتر و خوبتر از سر نو شروع شوند انشاءالله. امیدواری برای آغاز گفتگوها دوباره میان امریکا و طالبا زیاد از نزد شما و چی نشانه های شما را امیدوار ساخته یا حداقل انتظار شما را بیشتر ساخته که این گفتگوها دوباره آغاز شوند؟ بله، ما و شما میبینیم که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ میخواهد و بار بار میگویند که ما میخواهم که قوای خود، عسکرای خود از افغانستان بکشم و اونا که قوای خود و عسکرای خود از افغانستان میکشه، خب باید اونا قوای خود را مسئولانه بکشه که فردا برای افغانها و افغانستان و امریکا و همه نقصان نرسه. اگر بدون مسئولیت اونا عسکرای خود را بکشه، خب اینجا یک فاجعه و یک چه مشکلات ایجاد میشه برای امریکایی ها، هم مشکلات ایجاد میشه برای افغانها، هم ایجاد میشه. به این خاطر امریکا یک ضرورت دارند که باید پیش از کشیدن قوای خود چی بکنه، داخل گفتگو با طالبان شوند و داخل مذاکرات شوند با طالبان. درست، پس فکر میکنین که گفتگو با طالبان و صلح با طالبان برای واشنگتن یک مجبوریت است؟ ما فکر میکنم که گفتگوی طالبا با واشنگتن، بله، ما شما میبینیم که طالبا در وطن خود جهاد کرد و امریکا را به این مجبور ساخت که چه بکنه، قواهای خود را از کشور بکشه. به این خاطر اگر مجبوریت نباشه، ضرورت خواست که امریکا ضرورت داره که با طالبا گفتگوی خود را بکنه و بدون گفتگو کشیدن قوای امریکا شاید چی شوه، یعنی برای امریکا هم مفید نباشه و برای افغان هم مفید نباشه. درست. حالا انتظاری است که طالبان باید پیش از آغاز دوباره گفتگوها با امریکا یک آتش بس اعلام بکنن، یک آتش بس همه جانبه را. چقدر انتظار میره که این خواست قبول شوه از طرف طالبان؟ بله، در این باره ما فکر میکنم اگر چی شوه، اگر آتش بستی کاملا یعنی به سطح همه کشور آتش بستی سرتاسری اعلان نشوه، امید است که یک آتش بستی نسبی و قسمی بشوه که در بعضی شهرهای کلان که هستن مثل کابل و جلال آباد و قندهار و مزار شریف و هرات، تاکه به مردم عام و به مردم شهروندان ما و شما، به مردم عام تلفات و اذیت نرسه. امید است که یک اوربند نسبی بشوه، اگر اوربند کلی نشوه. درست. دور ماندن حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح، گفتگوهایی که در 10 یا 11 ماه امریکا با طالبان داشت، یک کار خوب بود به نظر شما؟ بله، تا حدی که ما فکر میکنم امی گفتگوهای 10 مرحله که در مابین طالبا و امریکایی ها گذاشتند، فکر میکنم یک نتیجه خوب داشت و حالا یک مرحله گفتگوها طی شدند، به این خاطر خوب بود. ولی حکومت افغانستان در حاشیه قرار داشت و این گفتگوها را میگن که گفتگوی صلح افغانستان نبوده، بل گفتگو یا یک توافق میان امریکا و طالب بوده که افغانستان دور مانده ازش.
بله، باید با حکومت افغانستان و با همه ملت و همه سیاسیون افغانستان که هستند با اونا هم از جانب طالبا گفتگوها صورت بگیرند، به خاطر که ضرورت هستند. همی جنگ ها و کشمکشایی که د کشور ما و شما همی چهل ساله گذشتند، ضرورت است که طالبا با همه سیاسیون افغانستان و خاصتا با حکومت افغانستان هم گفتگو بکنند. اما یک جانب خارجی که داشت و گفتگوها با امریکایی بودند و هم یک ستیپ و یک مرحله تی شد، اما ضرورت و نیاز خاص است که با حکومت افغانستان هم گفتگو بشود. و او مرحله ای که سپری شد و فعلا در حالت تعلیق قرار داره یا متوقف شده، شما گفتگوهای صلح میدانینش یا نه؟ گفتگوهای صلح زمانی است که حکومت افغانستان و طالبا در یک میز رو در رو بشینند. بله، ما و شما باید کمی تفکیک بکنیم. یکی چی هستند؟ یکی گفتگوهای صلح هستند که در مابین افغان هستند و او که هستند با انترا افغان دایلاگ، با مذاکرات بین الافغانی چی میشه و میسر میشه و دمیان میاید افغانستان. و یکی چی هستند؟ معاهده و موافقه با خارجی هستند و با امریکایی ها یک معاهده و موافقه بود. اما اصلی گفتگوها که هستند و اصلی موضوع و اصل صلح که می آیند و ما بین افغان می آیند، بخاطر که خارجی ها خو از افغانستان می برایند، افغان ها هستند که در افغانستان می مانند و ما بین خود به صلح و باشتی ضرورت دارند. ولی امروز اینجا در نشست امنیتی هرات گفته شد شما حضور داشتین که توافق با طالبا از طرف جهانیان یا امریکا به معنای است که ادامه امارت اسلامی است و هر نوع توافق باید با حکومت افغانستان صورت بگیره. فکر میکنین که توافق امریکا با طالب به معنای بر رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان است؟ نه، ما به هیچ صورت به این نظر نیستم، به خاطری که امریکایی ها و جامعه جهانی همه میگویند که ما حمایت حکومت افغانستان میکنم و در پهلوی حکومت افغانستان استاد هستند. اونا امریکایی ها و اونا هیچ وقت اینطور نگفتند که ما امارت اسلامی را به رسمیت میشناسیم. اما در مابین افغانا باید سر ایتور یک نظام بحث بشه و که همه افغانا در او موافق باشه و یک نظامی باشه که افغان شمول باشه و همه افغانا خود را در او نظام ببینه و حمایتش بکنه. ایتور یک نظام سر یک نظام موافقه در مابین افغانا ضروری است. به این خاطر عنوانات که هستن بنام امارت اسلامی یا جمهوریت اسلامی یا دولت اسلامی یا مملکت اسلامی و ضرور نیستند. اصلی نظام و سیستم است و اصلی مفهوم است که یک نظام خوب جور بشه و که حمایه مردم و حمایه همه ملت ما و شما داشته باشه. آیا شما هم به این باور هستین که برگزاری انتخابات سه هفته پیش شش میزان به گفتگوهای صلح آسیب رساند یا میتونه آسیب برسانه؟ انتخابات خو چی بود؟ یک پروسه بود و چی شدند؟ همین پروسه خود را طی کرد. اما صلح که است، صلح یک نیاز حیاتی کشور ما و شما است و مردم ما و شما است. به این خاطر چه پروسه صلح باید هیچ وقت یعنی شکار انتخابات یا شکار دیگه پروسه ها نشوه، به خاطر که صلح که است و یک نیاز و یک ضرورت مبرم و حیاتی مردم ما و شما است. فکر میکنم که انتخابات به صلح هیچ ضرر و هیچ نمیرسانه و هیچ تصادم نداره با صلح. درست. پس طالبا حاضر هستند که با حکومتی که بیرون می آید از انتخابات شش میزان به حیث یک حکومت گفتگو بکنند؟ بله، هر حکومت که باشه خو یک چی است، یک طرف است از سیاست افغانستان و یک طرف است در این کشور. هر شخص که می آید و ما هر شخص که در راس حکومت می آید ارزو دارم و به او پیشنهاد میکنم که برای صلح ترجیحیت بدهد و برای صلح اولیت بدهد، به خاطر که صلح و آشتی یک ضرورت حیاتی مردم ماست. ولی یک حکومت منتخب دوره قانونی حکومتش 5 سال می باشه. آیا گفتگوهای صلح تا 5 سال ادامه خواهد داشت و اگر در نیمه رای حکومت تازه یک توافق به دست بیاید، فکر میکنین سرنوشت حکومت چی میشه؟
د صلح باید هر طرف کمی تنازل بکنه و کمی قربانی بدهد. طالبا باشه، امارت اسلامی باشه، یا حکومت جمهوریت اسلامی باشه، از جانب خود باید تنازل بکنه. چی نوع تنازل میتونه یک راه حل خوب باشه؟ منافع عالی ما و شما و به خاطر منافع عالی کشور ما و شما و مردم ما و شما باید تنازل بکنن، به خاطر که اگر حکومت 5 سال این منتخب خود را پر میکنه یا تکمیل میکند، معنایش ای است که 5 سال جنگ میخوانند. به این خاطر یعنی هر قسم ضرورت، هر قسم تنازل که ضرورت باشه از جانب حکومت و از جانب امارت اسلامی و طالبان، اونا باید به خاطر منافع علیای خود تنازلات را قبول بکنند و به تنازلات را بقبولانند. چی میشه؟ یعنی وقتی که تنازل نشوا به هیچ صورت صلح و آشتی در کشور نمیاد. یعنی شما دارین میگین که رئیس جمهوری آینده اگر نیاز صلح باید از موقفش کنار بره و گفتگوهای صلح به نتیجه برسه، چنین است؟ منظور ما تنازل است. منظور تنازل یعنی چی؟ اگر تا 5 سال باشه، منظور ما ترجیح دادن است به منافع علیای افغانستان و به منافع علیای مردم ما و چی است؟ ما مشخص نمیگم که حتما رئیس جمهور کنار بکشه و وظیفه خود را ترک بکنه. خب ولی شما میگین 5 سال حکومت به معنای 5 سال جنگ است دیگه. ما هم از طالبان میخواهیم و هم از حکومت افغانستان میخواهیم، حکومت جدید که میآیه و هم معلوم نیست که حکومت منتخب میشه یا حکومت میآیه د چه یک مشارکت سیاسی حکومت میآیه یا حکومت منتخب میآیه. حکومت چرا ما انتخابات برگزار کردیم؟ چرا حکومت منتخب نداشته باشه؟ انتخابات خود افغانستان برگزار شدند، خب ما و شما نتایج را میبینیم که چطور از کشبکشا و از مشکلات و از چه هستند، مملو هستند و پر هستند. به این خاطر نمیفهمم تا حالا خو گفته نمیشه که اگر منتخب حکومت بیایه خو بسیار خوب میشه، به خاطری که یک حکومت مستقل باشه و د صلح و آشتی هم اختیارات داشته باشه. اگر منتخب حکومت نه آمد، یک حکومت آمد از طریق مشارکت ملی و از طریق مشارکت سیاسی و چه هر رئیس جمهور که باشه، ما به او پیشنهاد میکنم که تنازلات درباره صلح که یک ضرورت حیاتی و برای مردم ما و شما است و ضرورت کشور ما و شما است باید قبول بکند و همچنان از امارت اسلامی و طالبا امی پیشنهاد و درخواست دارم. چی تنازل را طالبا باید در گفتگوهای سال قبول بکنن یا داشته باشن؟ و تنازلات خو ما حالا نمیتوانم که در این مصاحبه بسیار خاله طالبا هیچ عقبگردی از خواستهایشان تا فعلا نداشتن. تنازلات باز وقتی که چه شوه که بین الافغانی مذاکرات شروع شوه، بین الافغانی مذاکرات که شروع شدند باز معلوم میشه که مطالبات طالبا هم شنیده شوه و مطالبات حکومت هم شنیده شوه و جانب سیوم هم باشه، سالس بالخیر باشه، اونا هم باز فکر بکنه که کدام تنازلات برای طالبا بکار استن و کدام تنازلات برای حکومت بکار استن. نمتوار تنازلات باید بکنه. درست فکر میکنین که انتخابات 6 میزان یا 3 هفته پیش مثل انتخابات 2014 به بحران میره؟ چون شما گفتین که احتمال به میان آمدن یک حکومت ائتلافی اینا هم هست و جنجال های پیش از انتخابات میتونن نشان به تایی موضوع است. موجود هستن که ما و شما میبینیم و میشنویم، جنجالایی که میبینیم و میشنویم از او یعنی یگان وقت چه پیدا میشه برای ما؟ یک فکر پیدا میشه که شاید حکومت منتخب جوار نشوه، یک اگر جنجالا زیاد شوه و کشمکشا ایجاد شوند باز یک مشارکت سیاسی بشوند. اگر حکومت منتخب آمد و مردم ما و شما با وجودی که هر نوع مشکلات ما در کشور داریم، خارجی و داخلی داریم، مردم ما اگر به نتیجه انتخابات قبول کنه، نتیجه انتخابات را قبول بکند و یک حکومت منتخب بیایه، این خو بسیار یک راه بهتر و خوبتر است. اگر چی شوه بعضی مردم ها چی بکنه، یعنی از جنجال و از چی کار بگیره یا د کشور جنجال ایجاد شوه یا د پروسه جنجال ایجاد شوه، باز خو باید سر یک توافق صورت بگیره. امی سیاسیونی که در زیر نظام
سیاسی افغانستان چی میکنه د انتخابات شرکت کردند، اینا خو باید ما بین خود سر یک چیز موافقه بکنند. شما در حال حاضر زیر سایه جمهوری اسلامی افغانستان زندگی میکنین، از کدام یک دسته های انتخاباتی پشتیبانی کردین؟ ما ترجیحیت و اولیت به صلح میتم و امید و ارزوی ما این است که در یک کشور یک صلح بیاید. در انتخابات رای دادین؟ در انتخابات رای دادین؟ ما رای استعمال نکردم. چرا؟ به این خاطر که ما به مردم نشان بیتم که تا وقتی که در یک کشور صلح نباشه و ثبات و امن نباشه، انتخابات درست است یک پروسه سیاسی است، اما نتیجه نمیتونه. درست، از میان دو تیم پیشتاز، آقای عبدالله و غنی، کدام یک شایسته رهبری میدانین؟ کدام یک شایسته رهبری افغانستان میدانین؟ و چی است؟ و خو از راه انتخابات میایه، از راه چه از راه رای مردم میایه و میبینیم که مردم به کدام یکی رای دادند و کدام یکی میایه. و خو از به نظر ما نمیایه. آیا جنگ طالبان جهاد نیست و یک جنگ کثیف است؟ به ضد خارجی ها جهاد مقدس است. خارجی ها که هستند اونا متجاوزین هستند، سر کشور ما و شما اونا حمله آوردند، تجاوز کرد. اما در مابین افغانا هیچ وقت ما طرفدار جنگ نیستیم، به خاطر که افغانا همه 99% چی هستند؟ مسلمان هستند. ما هیچ طرفدار جنگ نیستم در مابین افغانا، اما به ضد افغانا خو ازی باید ما و شما چشم پوشی نکنیم و یغماز نکنیم. طالبها طالبان قربانی دادند و جهاد مقدس را روان کردند. بالاخره ما و شما میبینیم که خارج از کشور ما و شما میبرایند. اگر جهاد طالبان نمی بود به هیچ وقت نمی برایند. ممنون از شما. بخیر باشید. سلامت باشید.